السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوش آمدین به ویدیو نو انشالله که همه شما هر جایی که باشین در امن و آفیاد، در حفظ خداوند باشین موضوع امروز ما در مورد چگونه انسان میتواند محبوب خداوند واقعی شود محبت از ریشه حب به معنای دوستی هست محبت خداوند به بندگان به معنای متفاهم ارفی نیست زیرا لازمه این معنای ارفی انفال نفسانی است که خداوند از آن پاک و منزه است بلکه حب خداوند به بندگان ناشی از حب او به ذات خیش است خداوند افحال خیش را دوست می دارد و چون مخلوقاتش نتیجه فعل او هستند آنها را نیز دوست می دارد. راه های رسیدن به محبت الهی چنان که در قرآن کریم در اوصاف محبوبانش بیان کرده است راه های مانند صبر، تقوا، توبه، احسان، پاکی و مبارزه هست که انسان می تواند با پیمودن این راه ها متصف شدن به این اوصاف مورد محبت خداوند متعال قرار گیرد محبت مثل که گفتم از ریشه حب است و در لغت به معنای دوستی مهر و دلبستگی است حب یا حب او را دوست داشتن بدان علاقه پیدا کرد بنابر این محبوب یعنی دوست داشته شده موضوع اول محبت خدا به بندگان محبت یکی از رابطه وجودی است که یکی از مهمترین اسباب محبت حب ذات است که در هر موجوده وجود دارد خداوند به ذات خود و کاملات خود آگاهی دارد و از این جهت به خود عشق می ورزد و خود را دوست دارد همان گونه که آفریده های خود را به جهت حب ذات دوست دارد چرا که این آفریده ها از افحال است که از ذات او نشات می گیرد محبت خداوند به بندگان به معنای متفاهم عرفی آن نیست زیرا که لازمه این معنا عرفی انفال نفسانی است که خداوند از آن پاک و منجع است بلکه حب خدا ناشی از حب او به ذات خیش است حب خداوند به خیش همان ادراک خیر است خداوند از آن رو که مدرک جمال خیش است عاشق است و از آن رو که ذات او مدرک است و ذات محشوق است و چون فعل خداوند از ذات او جدایی ندارد آن نیز مورد محبت خداوند است بدین این معنا که خداوند افحال خیش را دوز دارد و چون مخلوقاتش نتیجه فعل حضرتش هستند آنها را نیز دوست دارد پس همه موجودات جهان محبوب خداوند متعالند لیکن آنچی در اینجا ما در پی آنیم محبوب بودن انسان ها هست به معنای خاص آن که در ادامه بحث خواهد آمد. برای آن که روشن شود چگونه میتوان محبوب خداوند واقعی شد و رای رسیدن به مقام بلند خوب چیست؟ ضروری از ابتدای محبوبان خدا شناخته شوند تا انسان بتواند با ناخت آنها راهای رسیدن به آن مقام و پایمایه در سلوک محبوب خداوند در آید. در قرآن کریم گروه های معروف شده اند که معرفی شده اند که در مورد محبت خداوند و خداوند آنها را دوست دارد. زرزیر زیر برخی از آنها به عنوان نمونه بیان می شود. اول صابران والله و یه یعنی خداوند استقامات کنندگان را دوست دارد. دوم پرهیزکاران و ان الله یحب المتقین یعنی خداوند کاران را دوست دارد سهم توکل کنندگان ان الله یحب المتوکلین یعنی خداوند متوکلان را دوست دارد دیگر توبه کنندگان و پاکان ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد دیگر نیکوکاران ان الله یحب المحسنین خداوند نیکوکاران کاران را دوست دارد مجاهدان ان الله یحب از یقاتلون فی سبیل الله خداوند کسان را دوست دارد که در راه او پیکار می مجریان قصد و عدالت ان الله یحب مقصین خداوند عادلان را دوست دارد اینها گروه های از انسان ها هستند که مورد محبت خداوند قرار گرفته و خداوند آنها را را دوست دارد معنای محبت خداوند به بنده این است که خداوند حجاب ها را از قلبشان پاک می کند تا وی با چشم دل خداوند را ببیند و او را برای رسیدن به مقام والا قرب الهی توان می بخشد همین اراده خداوند نسبت به بنده محبت اوست که بیان دیگر محبت خداوند عبارت از تهیر باطن بنده از غیر خدا و خالی نمودن وجودش از هر معنی که بین او و خدایش حایل و فاصله می شود است. ارفا محتقندن محبت خدا نسبت به بندگان دو گونه است. محبت ابتدایی یا امتنانی که همان عنایت و توفیق اولیه است که از جانب خداوند به برخی از بندگان تحلق می گیرد. که سبب توانمندی های بنده بر طاحت است محبت ثانوی یا استحقاقی که شمره طاحت و استاف و صفات است که خداوند می پسندد و این به دو طریق حاصل می شود اول از راه قرب نوافل دوم از راه قرب فرایض واضح هست که یکی از نشانه های محبت خدا به بنده توفیق در اطاعت اوامر و ترک نواهی او است و ظهور و بر روز محبت خداوند به بندگانش همان بر روز رحمت و کرامت حضرتش به بندگان است موضوع دیگر راه های کسب محبت الهی اول پاک نمودن قلب از دنیا اولین گام برای ایجاد محبت و یکی از راه های رسیدن به محبت الهی پاک نمودن قلب از دنیا و بابستگی های آن و بریدن از دنیا و حرکت به سوی خدا هست. این مهم جز از اخراج محبت غیر خداوند از قلب حاصل نمی شود. چرا که قلب انسان مانند ظرفی است که تا آب را از آن خالی نکنی ترفیت قبول سرکه کی را ندارد و خداوند نیز درون هیچ دو قلب قرار نداده است و محبت و دوستی دنیا و حب خداوند در یک قلب جمع نمی شود خداوند در درون کسی جای گیرد محبوب وی خواهد شد دوم صبر و شکبایی صبر در برابر مشکلات نامالمات و مصیبت ها و یکی دیگر از راه های رسیدن به قرب الهی است که در قرآن و روایت بر آن تاکید فراوان شده است از این جهت ارفا دارن دارندگان این صفت یعنی صابران را محبوبان خداوند دانستند سوم پیروی و متابعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از راه های جلب محبت الهی پیروی و مطابعت از رسول خدا صلی الله علیه و است به دلیل آیه شریف که می فرماید قل ان کنتم تحب الله فتبونی و بکم الله بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خداوند نیز شما را دوست بدارد ابن عربی در وجه ارتباط بین پیروی از پیامبر صلی الله علیه و و محبت خدا می گوید اگر خداوند پیروی از پیامبر مصطفی صلی الله علیه و سلم را عامل محبت برشمرده به آن دلیل است که رسول خدا جلو و حق در آیه عالم است بنابراین از نگاه ابن عربی هیچ کس نمیتواند بدون پیوستگی از رسول صلی الله علیه و سلم محبوب حضرت حق گردد زیرا پیامبر مصطفی صلی الله علیه و سلم هم تابع دستوارات الهی است بر این ترتیب پیوستگی هم در پیامبر مصطفی صلی الله علیه و سلم و هم در پیروانش انگیزه محبت خدا هست چهارم توبه بازگشت ندامت و پشیمانی از گناهان و رو آوردن و پناه آوردن به لطف و رحمت به اکران خداوند موجوب جلب محبت خداوند است توبه از گناه رشته محبت را گره مجدد خواهد زد و بنده را به خداوند نزدیکتر خواهد کرد و ابواب محبت و رحمت ویژه خداوند را باز می کند با توبه بنده آسی و گناه و کار از راه لطف و عنایت پروردگار تبدیل به دوست و محبوب خداوند می شود پنجم انفاق کنندگان دانان صدقه و انفاق موجب جلب محبت خداوند است و خداوند انفاق کنندگان را دوست دارد صدقه و انفاق در حقیقت سپاسگزاری در برابر نعمت‌های الهی و پیروی از فرمان او است ششم ایمان و عمل صالح ایمان و عمل صالح از دیگر عوامل جلب رضایت و محبوبیت خداوند است چون پاداش الهی و نجات در گروه ایمان توان با عمل ساله است بنابراین ایمان بدون عمل موجب پاداش و نجات نخواهد بود و محبت الهی را که از مفهوم لایه ظالمین یعنی خداوند ظالمان را دوست ندارد و دست می آید در پای نخواهد داشت هفتم احسان احسان و نیکوکاری از دیگر راه های پیمودن مسیر محبت الهی هست هشتم تهارت و پاکی خداوند متعال پس از بیان عبادت های مانند غسل وضو تیمم می فرماید راز این دستور دستور به انجام عبادات یعنی آن است که انسان ها پاک و ظاهر شوند خداوند نمی خواهد مشکل برای شما ایجاد کند بلکه می خواهد شما را پاک سازد بنابراین ار فرمان که خداوند صبحان صادر می کند اهم از فرامین و دستورهای عبادی و همان تهارت رو و باطن هست. در همین راستا برخی از مفسران می گاید. که در این که خداوند مثلا صابران را دوست دارد و یا متوکلین یا مقصدین را این دوست داشتن در حقیقت بازگشتش به با این است که توکل محبوب خدا هست و متوکل هم به دلیل این که توکل دارد محبوب خدا هست البته ممکن است که انسان اهل توکل یا صابر اوصاف دیگر داشته باشد که محبوب خدا نباشد اما توکل و صبر او محبوب به خداوند هست ما اگر انسان طوری شد که جز خدا چیز نخواست و تمام مسیرهای کامل را پیمود آن وقت ذات این انسان محبوب خداوند واقعی می شود و پس از آن همه اوصاف و افحالش محبوب خداوند می کردد. اگر چنین شد و خداوند متعال نسبت به انسان محبت داشت همه نظام آفرینش به او مهر می ورزد. چرا که همه آنها تابع اراده الهی هستند. این مقام از برجسته ترین مقام های انسانی هست که خداوند محبوب کسی باشد مهم نیست. آنچه بسیار مهم است این است که انسان محبوب خداوند شود. بنابراین اگر چنین شد که انسان ها حبیب الله شود یعنی دوست خداوند آن وقت کار او کار خداست حرف او حرف خداست و آثار خدایی در او ظهور پیدا می کند در حدیث معروف قرب نوافل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده که خداوند متعال به من فرمود که هیچ چیز به اندازه انجام واجب بنده را به من نزدیک نمی کند اما بنده من از راه نوافل مستحبات و انجام عبادت های مستحب به من نزدیک می شود تا آنجا که محبوب من می گردد اگر محبوب من شد آنگاه من زبان او میشوم و او با فیض خاص من که در مقام فهل و صورت زبان او در آمده است سخن می و چشم او میشوم و او با فیض خاص من که در مقام فهل به صورت چشم او در آمده هست میبیند بر همین احساس کلام مؤمن که محبوب خداوند شد به منزله کلام خداوند است هیچ چنین اگر انسان محبوب خداوند واقعی شد بلا بالاتر از محبوبیت خداوند عاشق او میشود بر احساس حدیث وارده از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن زمانی که بنده محبوب خداوند می شود خداوند او را عاشق خیش می گرداند و خود نیز به او عشق می ورزد سپس می گوید بنده من تو عاشق و دوست دار منی و من نیز عاشق و محب تو هستم چی بخواهی چی نخواهی نتیجه آن که راه های مختلف برای رسیدن به مقام محبت باری تعالی و درک این فیض وجود دارد که از جمله آنها صبر، توبه، تقوا و به تور خلاصه ترک محرمات و انجام فرایز و واجبات الهی و انجام مستحبات هست انشاءالله که همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم انشاءالله که خداوند همه ما را کمک کند که خداوند ما را نیز هم دوست بدارد الله که خداوند سر همه ما لطف کند فراموش نکنید به حسن نیت این ویدیو را به دیگران هم بفرستید تا ویدیوی دیگر در پناه خداوند باشین هر جایی که باشین روز خوش سلام علیکم